دستور جیرپ یه خصوصیت خاصی که داره اینی که خروجی هر دستور رو میتونه به عنوان ورودی بدی به جیرپ. جیرپ فقط نیست که به توی فایل بخون لاینایی که با یه پترنی مچ میشه رو به من نشون بده. مثلا میتونه بگه خروجی دستور LS رو به عنوان ورودی بده به جیرپ، فقط خطایی رو نشون بده که با یه پترن خاصی مچ میشه. خروجی دستور فایند رو بده به جیرپ، خروجی رو به من خطایی رو به من نشون بده که با یه پترن خاصی مچ میشه. اما متاسفانه همه دستورات این قابلیت رو نداره. مثلا شما نمیتونی بگی اکو مثلا چه میدونم 8 مثلا پرینت کن بعد خروجش رو بده بگی امکا دایرکتوری مثلا اینو برای من یه دایرکتوری بسید، یا نمیتونی بگی مثلا ls لیست بگی فایل رو بعد مثلا بیا کت کن توش رو به من نشون بده. اما اینها رو در واقع با استفاده از xargs میتونی انجام بدی. این کاربردیه که در مورد دستور xargs من تو این بخش به همراه exec میخوام صحبت کنم. اما xargs مهمترین کاربردش کجاست؟ مهمترین کاربردش توی استفاده از دستور find. یعنی شما میگی یه سری چیزا رو برام پیدا کن، حالا نتیجهشو برام اون فایل رو ریموو کن، اون فایل رو کپی کن، اون فایل رو موو کن، اون فایل رو پرمیشنش رو تغییر بده. من نمیتونم این کار انجام بدم مگر اینکه با xargs این کارو انجام بدم. درسته؟ این کاورد مهمترین کاورد استفاده از xargs. اما نکته اینه که find خودش یه آپشنی داره به اسم dash exec که دقیقا همین کارو میکنه. یعنی به جای من xargs میتونم از exec استفاده کنم. اما اگه ابتدای دستورات یک کلمه تایم بنویسید سرعت اجرای دستورات رو نشون میده. توی اسکیل بزرگ میبینیم که سرعت اجرای دستورات xargs بسیار بهتر از exec. بنابراین توصیه میشه توی اسکیل بزرگ و توی اسکریپت ها عمدتا از xargs استفاده کنید. اما توی اسکیل کوچیک خیلی تفاوتی برامون نمیکنه. پس توی این بخش ما تمرکزمون روی دو تا دستور xargs و exec خواهد بود. برای این کار در واقع مثال اولم اینجوری باشه، بگم اکو مثلا 8 و بعد میگم که امکا دایرکتوری، از این یه دایرکتوری بساز، میبینیم که نمیتونه بسازه. ولی اگه بگم مثلا xargs میبینیم که یه ls بگیم، اینجا یه دونه 8 الان باید اینجا اضافه شده باشه. این 8 میبینین الان دایرکتوریش اینجا اضافه شده. یا مثلا من میام میگم اکو یکو بریز مثلا توی فایل یک، خب بعد میگم cat فایل یک که ببینم مطمئن بشم هست. بله، حالا میام میگم که ls بگی هر چیزی که اولش فایل داره بعد کتش کن. درست شد؟ نتونست به من نشون بده که این خروجی که، اما اینجا اگه بگم xargs ببینی توش روشن داره به من نشون میده. پس این کاورد دستور xargsه. اما گفتیم مهمترین کاورش هم تو استفاده دستور find. به عنوان مثال من میگم توی این فولدر من find کن تمام فایل هایی که این تایپشون f باشه و modified تایمش مثلا بیشتر از 34 روز باشه. ببینیم داریم، بله چند تا فایل پیدا کرد، 3 تا فایل پیدا کرد. حالا من میخوام بگم که بیا اینا رو چیکار کن، بیا اینها رو در واقع ریموف کن. خب نمیتونه این کار انجام بده، ولی اگه بگم xargs اینا رو ریموف بکن میتونه این کار رو انجام بده. به جای این میتونستم از دستور exec استفاده کنم. اگر خواستید دستور exec استفاده کنید، نکته استفاده از دستور exec اینه، exec rm خروجی در واقع دستور از find قبل از exec رو میریزیم توی پلیس هولدر. خب بعد میگیم rm اون خروجی هر چی تو پلیس هولدر هست رو اجرا بکن و برای ترمینیت کردن این دستور هم از این علامت سیمیکولون استفاده میکنیم. پس این دو تا دستور در واقع یه کار خاص رو دارن برای من انجام میدن. خب نکته بعدی که میخوام بگم اینه که اگر شما توی فایل ها، یعنی فایل هایی که پیدا میکنه توی اسم فایل اسپیس یا نیو لاین باشه، xargs به مشکل میخوره. برای رفع مشکل یک راه حل مشخص وجود داره. راه حل مشخصش هم اینه، مثلا به عنوان مثال میگم find کن توی این مسیر تایپ دایرکتوری رو، هر چی در واقع مثلا دایرکتوری هست، xargs در واقع مثلا پرمیشنش رو بکن 770. خب این مشکلی نداره، اجرا میشه. ولی اگر توی اس فایلاتون اسپیس باشه
دوچاره مشکل خواهد شد. مثلا من قبل از که این دستور رو اجراش بکنم، مثلا میام یه دایرکتوری میسازم، میگم امکا دایرکتوری مثلا فایل یک فایل دو، درست شد؟ حالا این دستور میگم که فاین توی این مسیر تایپ دایرکتوری بعد xargs با عنوان مثال chmodش رو بکن 770. حالا برای اینکه مطمئنم بشم فقط این رو شامل میشه، اینجا یه dash name میذارم، میگم که اولش با کلمه مثلا فایل یک شروع میشه این کار رو برای من انجام بده. xargs یه آپشنی داره به اسم dash r در واقع، که اگر خروجی نبود اصلا دستور رو اجرا نکن. اینجا میگه ارور داره به من میده، حالا من به جاش میتونم از این دستور استفاده کنم، پرینت سف. اینجا یه دش سف قبل از دستورات پرینت سف هم اینجا داشت. خب دیگه ارور نداد و الان اگر نگاه کنم بهتون میگم چیکار کردم. الان اگر نگاه کنم توی فایل یک فایل دو شد 770، نگاه کنید 770. خب چه قضیه از چه قراره؟ قضیه از این قراره که شما وقتی در واقع این شکلی، بذارید من یه فایل دیگه هم درست کنم که بهتر مشخصه، میگم امکا دایرکتوری فایل یک فاصله فایل سه، یعنی دو تا فایل دارم که اسپیس داشته باشه. حالا اگر من این رو بذارم میگه فایل یک فایل سه، در واقع توی اسما اسپیس وجود داره. اگر اینجا من یه پرینت سف بزنم، در واقع تمام نیو لاینر رو تبدیل میکنه به نال و در واقع به همراه اون دش صفری که زدم مشکل اسپیس و نیو لاین رو برطرف میکنه. یعنی دش پرینت صف و دش صف توی ایکس آرکس کلن برای اینه که اگر توی خروجی دستور فایند، خروجی دستور فایند فایل هایی وجود داشته باشه که اسپیس یا نیو لاین توش داشته باشه، این مشکل رو برطرف میکنه. پس همیشه توصیه میشه که از این دستور بتونین استفاده بکنین. الان اگر من نگاه کنم میبینیم که در واقع اینجا شده 770. خب این کار رو در واقع من میتونستم با chmodم انجام، با ببخشید execم انجام بدم، میگم exec، درست شد؟ با execم میتونم انجام بدم. chmod گفتیم بعد باید اینجا placeholder بذارین و با این علامتم ببندینش. خب نکته اینه که exec نمیتونه فایل های اسپیس دار و نیو لاین دار رو هندل بکنه. اون یکی از مزایایی که تو xargs ما داریم نسبت به exec. اگر در واقع فایل ها اینچنین نبود مشکلی نداشت. مثلا من میگم که یه دایرکتوری جدید میسازم به اسم فایل 3. خب الان این در واقع برای فایل 3 مشکل نداره. chmodش رو نزدم 770. خب یه بار دیگه برای فایل 1 ولی مشکل داره. میبینی؟ برای فایل های اسپیس دار اگزیگ مشکل داره ولی ایکس آرکس مشکل نداره. یه نکته دیگه هم میخوام در مورد دستور ایکس آرکس بگم، اونم اینه که زمانی که دستوری که میخواد اجرا کنیم اونجا استفاده کنیم سی اچ مود یا ریموو، مثل کپی و موو چند تا در واقع آرگومنت میگیره، کپی از این به این، موو از این به این. خب در چه مواردی از یه آپشن دیگه هم تو ایکس آرکس بهتر استفاده کنیم؟ پس تا حالا دو تا مزیت به ایکس آرکس نسبت داریم، سرعتش خیلی بالاتره، فایل اسپیس دار و نیو لاین دار هم میتونه برای من هندل بکنه. اینا همه نشونه این که ترجیحاً باید از در واقع ایکس آرکس استفاده بکنیم. اگر خواستی از دستوری استفاده بکنی که در واقع دو تا در واقع آپشن، مثلا موو کن این فایل ها رو به اولدش، یعنی این فایل هایی که پیدا کردی به اولدش تغییر بده. حالا چه فایل هایی؟ مثلا چندان فایل هایی که اولش آی داره. خب این موقع ها قبلش از این آپشن استفاده کنید، داش آی اولدر. حالا ممکنه بگید این چی کار میکنه؟ این کاری که میکنه برای اینکه بهتر متوجه شید اینه. مثلا من میگم ls xargs echo، خب لیست بگی همه رو بر من اکو نکنه، همه رو در واقع با یه خط فاصله برام، آرگومنت ها رو همه رو با یه اسپیس از هم دیگه جدا کرده. برای کامندای با چند تا آرگومنت این مشکل میخوره، ولی اگر من اینجا یه dash i
بذارم اینجوری. الان هر کدوم از آرگومنت ها رو میذاره توی لاین جدا و در واقع با این شیوه مشکل رو برای من برطرف میکنه. اما آخرین بحثی که من میخوام توی استفاده دستور xargs و find بگم، یه کاربردی که من تو دستور جیرپ هم گفتم، تو دستور جیرپ گفتم ما میتونیم فایل هایی رو که اسمشون رو نمیدونیم و نمیدونیم کجاست ولی میدونیم توش یه پترنی وجود داره، گفتیم با این شیوه میتونیم پیدا کنیم. مثلا میتونیم بگیم که فایل هایی رو که توش کلمه لاین داره تو این مسیر برام پیدا کن. خب میگه الان من در واقع 4 5 تا فایل پیدا کردم که توش کلمه لاین داره. اگر دقیقاً میخوای ببینید توش چی داره، اگر آرشم اگر بله اگر توش فقط آر استفاده از ال استفاده نکن، دقیقا میگه تو نقطه این کلمه لاین توش داره، وی آی ام اینفو توش کلمه لاین داره. یعنی هر کدوم کلمه لاین داره داره به من نشون میده. اگه یه ال هم بذارم دیگه فقط اسم فایل رو داره به من نشون. این کارو در واقع من با استفاده از ترکیب فایند با جیرپ هم میتونم انجام بدم. مثلا میگم فایند توی این مسیر تمام فایل ها رو پیدا کن، تمام فایل ها رو پیدا کن، حالا هر فایلی، این رو بیار تو دستور جیرپ، اگه کلمه لاین توش بود به من نشون بده. دقیقا همون خروجی داره به من نشون میده. باش هیستوری وی آی ام اینفو اگه چه قبلی بهتر بود، ولی میخوام بگم که با ترکیب دستور فایند و جیرپ هم میتونید این فایل هایی رو که پیدا کنید که توش دنباله یه پترن خاص میگردید اما نمیدونید فایل اسمش چیه یا اصلا کجا قرار گرفته، میتونید به این شیوه پیداش بکنید.